سلام روزتون بخیر امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه دیروز بریزارد یک خبری رو منتشر کرد مربوط به محدودیت های جدید خرید وافتوکن که واکنش های زیادی تو یوتیوب فارسی داشت و گاهن این خبر حتی اشتباه ترجمه شد قرار خبر رو با هم بخونیم و ترجمهش کنیم کنی. ببینیم چه اتفاقی افتاده اولین نکته که باید بگم این مربوط به ماکروسافت و بیریزار صرفند نمیشه پیش از این استیم این قضیه رو داشته که برای باز شدن یه سری قسمت های اکانت های استیمتون شما لازم بوده یک هزینه پرداخت کنید یه پولی تو استیم خرج کنید یوبی سافت این رو داشته و مارکتش که بیاد این محدودیت ها بیشتر میشه و اکثر شرکت های بازی سازی این محدودیت ها رو برای مبارزه با بات ها و چیتر ها و خیلی چیزهای دیگه داشتن و ماکروسافت هم حالا که به صورت خیلی جدی تری وارد عرصه گیمینگ شده اینها وارد بلیزارد شده چیز عجیب غریبی نیست که مخصوص ماکروسافت باشه یا مخصوص بلیزارد باشه سیاست کثیف باشه فلان باشه اما خبر بهمون همون چی میگه گفته با آپدیتی که در روز سهشنبه 21 نوامبر میاد یه سری محدودیت های اعمال میشه این محدودیت ها چیه گفته پلیرها ها دیگه نمیتونن وفتوکن از اکشن هاوس بخرن با گلد مگر اینکه از سال 2017 به این ور با پول واقعی خرید کرده باشن یه گیم تایم سی روزه یا تایم لیمیتد لایسنس هایی از طریق شاپ خود بیلیزاد گیم تایم سی روزه که مشخصه تایم لیمیتد لایسنس ها مربوط به گیم تایم های 6 ماه و 12 ماهه میشه که هر از گاهی بلیزارد اینها رو عرضه میکنه و شما میتونید اینها رو بخرید و اگر اینها رو خریداری کرده باشید مشکلی برای اکانتتون به وجود نمیاد و همونجوری که گفتیم این صرفا مربوط به مایکروسافت و اینها هم نیست پیش از این شرکت های دیگه هم داشتن و صرفا هدفش مبارزه با اکانت های بات و اکانت های که یکی که میزنن دو تا جدید در میاد دوباره دو تاشو میزنن چهار تا جدید در میاد هدفش صرفا مبارزه با این هاست و توی روزهای آینده قیمت وفتوکن به خاطر اینکه این, که این اکانت های بات دارن اینها رو میخرن افزایش پیدا میکنه ولی بعد از تقریبا یه هفته دوباره کم کم این قیمت میاد پایین به یه ساحل آرامشی میرسه و کم کم اوضاع بهتر و بهتر میشه خب قسمت دوم این ویدیو رو 24 ساعت بعد از قسمت اول دارم میگیرم و رفتم تو فروم سوالاتم رو مطرح کردم و یه سری پلیرهای دیگه اومدن بهم یه جوابهایی دادن هرچند سال جواب و توسط خود کاستومر ساپورت بلیزارد نبوده ولی باز هم میشه یه ایده کلی از این قضیه گرفت سوال اول این بود آیا خریدن اکسپنشن باندل هایی که همراهش گیم تایم وجود داره میتونه به همون کمک کنه که جواب دادن نه چون تایم لیمیتد لایسنس نیست سوال دوم این بود آیا اگر من توی یه اکانت بتل نت چندین تا زیر مجموعه داشته باشم ووه یک ووه دو ووه سه داشته باشم باید برای همهشون جداگانه خرید کنم که جواب این بود شما توی هر اکانت بتل نت کافیه یک بار این کار رو انجام داده باشید و برای همه ووه یک تا ووه دهتون این قضیه حتما کار میکنه و سوال آخرم هم, هم این بود که آیا خریدن گیفت کارت میتونه کمک کنه که به هم جواب دادن گیم تایم کدهای قدیمی ما پیش از این قبل از اینکه این شاپ ایرانی به وجود بیان شاپهایی رو داشتیم که مستقیما از خود بیلیزارد کدی و خریداری میکردن کد دو ماهه به شما میفروختن و این کد دو ماهه دیگه از توی گل تو بازی در نیومده بود مستقیما از شاپ خریداری شده بود و این کد دو ماهه یه ماهه یا هر چند ماهه ای میتونه عمل کنه ولی اون کودهایی که از طریق گل تو بازی در اومده و تو شاپ های ایرانی فروخته میشه اینها کار نخواهد کرد پس اگر یک شاپی اومد بهتون گفت میتونه این قضیه رو دور بزنه حتما مطمئن بشید که داره از این مدل کدها بهتون میده و صرفا هر کدی رو بهتون نمیده در پایان ویدیو اگه بخوام یه نتیجه گیری داشته باشم این قضیه برای اکثر پلیر ها نباید مشکل ایجاد کنه و اگر روز سه‌شنبه یا چهارشنبه متوجه شدید که این مشکل برای شما به وجود اومده کافیه به شاپ های معتبر مراجعه کنید که تو همه زمینه ها فعالیت میکنن و نه صرفا شاپ های خرید و فروش گلد ورد اف فارکرافت به این توجه کنید وبسایت های معتبر زیادی داریم که مثلا اکانت آیتونز میفروشن اکانت این میفروشن اکانت اون میفروشن و اینها چون با کارت های بانکی معتبر خارجی معمولا خرید میکنن میتونن این مشکل رو برای شما حل کنن و وبسایت های زیادی داریم من اسم هیچ کدوم رو نمیخوام بیارم که بگم داره تبلیغات میکنه اسپانسرش فلان پشمدانه ولی وبسایت های معتبر زیادی تو این زمینه فعالیت میکنن به راحتی میتونید با یه سرچ ساده توی اینترنت اینها رو پیدا کنید و مشکلتون رو حل کنید ممنون که وقت گذاشتید این ویدیو رو دیدید فعلا خدا نگهدار